همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. ممنون که ما رو همراهی میکنید. آمریکا میگه که ایران اصرار داره توافق با غرب رو با مشکلاتش با آژانس بین المللی انرژی اتمی گره بزنه. با این وجود به نظر شما سرنوشت احیای برجام چه خواهد بود؟ ببینید، مسئله پادمان جزو سه موضوعیه که در یک سال آینده گذشته از روی کار اومدن تیم جدید مذاکرات در ایران به توالی متفاوتی برگشته به ماجراهای مشکلات و گره هایی که نمیشه بازش کرد. در نامه قبلی که ایران جواب داده بود در پاسخ اولش به اروپایی ها، چون این موضوع رو بهش اشاره نکرده بود، بلکه بر این باور بودن که شاید ایران اون پیشنهادات آمریکا رو پذیرفته و دیگه مسئله پادمان حل شده است و حداقل و اون یکی از دلایلی بود که به نظر می اومد قدم هایی به جلو برداشته شده و امکان توافق در هفته های آینده میسره. ولی الان با بازگشت و مسئله پادمان و اینکه خب ایالات متحده داره تاکید میکنه که آژانس رو نمیتونه تحت فشار بگذاره و از طرف دیگه به نظر میاد که ایران حاضر نیست پاسخ بده به آژانس که این پرونده بازی که داره در اون سه تا سایتی که مواد هسته‌ای پیدا شده این اورانیوم ها الان کجا هستن، پاسخ که تا الان دادن قانع کننده نبوده. بنابراین برگشته به ماجرا و خب عملا مسئله برجام رو با مشکلات جدی مواجه کرده. شرایط پیرامونی برجام در ماه‌های گذشته کماکان این چند مشکل جدی رو داشته. یکی مسئله پادمان، مسئله تضمین‌هایی که ایران می‌خواد و به نظر میاد که درک درستی از سیاست داخلی آمریکا ندارن یا نمی‌خوان داشته باشن، و مسئله سپاه پاسداران و تحریم‌هایی که می‌تونه اون نهادهای همراه با سپاه پاسداران رو تحت تاثیر قرار بده از نظر اقتصادی. بنابراین مسئله برجام حداقل در یکی دو ماه آینده به نظر میاد که از دست رفته باید فرض کرد تا به بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا شاید گشایشی حاصل بشه. اگر که دموکرات‌ها بتونن کنگره یا سنا رو نگه دارن، این یک پیامی به ایران ممکنه بده، چون یکی از نگرانی‌های ایران این هست که اگر کنگره و سنا رو از دست بدن، آقای بایدن رئیس جمهور تضعیف شده ای میشه و خب عملاً توافق شاید به درد بده چندانی نخوره. بعد از انتخابات چون تکلیف روشنه، هم ایالات متحده احتمالاً دیگه نمایندگان دموکرات نگرانی زیادی نداشته باشن، هم در ایران شاید تغییر و تحولی صورت بگیره. این همه اینها برای این فرض استواره که ایران واقعا به دنبال توافقه و میخواد که برجام رو احیا بکنه، که این خودش یکی از موضوعاتی که با توجه به اینکه این سه مورد هی برمیگرده به مسئله مشکلات برجام جای تردید میگذاره. خانم پزشک، اروپا میگه که در متن پیشنهادی امتیازات خوبی به ایران داده بود، اما حالا ایران شرایط جدیدی گذاشته و در مجموع هم به نظر میرسه که ایران تمایلی برای توافق نشون نمیده. به نظر شما یه اتفاقی افتاده؟ ببینید، اتفاقا فقط اروپا نبود که این رو میگفت. اگه دقت بکنید یه سری از تیف‌های نزدیک به آقای رئیسی هم از ایرنا گرفته تا رجا نیوز داشتن در مورد امتیازاتی که گرفته شده و اینکه چقدر این متن قوی تر از اون متن قبلی هست و چقدر این تیم بهتر از تیم آقای ظریف مذاکره کرده می نوشتند و صحبت میکردن در موردش. فکر میکنم که در داخل سیستم خب سیستم یک پارچه نیست. درسته که نهاد تصمیم ساز و فرد تصمیم گیر یک نفر هست در نهایت، ولی به نظر میاد که این یک پارچگی در سیستم علارغم اینکه با آوردن آقای رئیسی تصمیم بر یک پارچه سازی بود، ولی چون دولت آقای رئیسی باید مملکت رو اداره بکنه و اداره کشور با شعار به نظر میاد که ممکن نیست و با ایدئولوژی نمیشه اداره کرد، به نظر میاد تیم دولت هم حتی چندان مخالف احیای برجام نیستن، ولی تصمیم سازان دیگه هستن، هسته سخت قدرت هست که به نظر میاد که فعلا نمیخوان که توافق احیا بشه. و از طرف دیگه اون تاثیرگذاران خارجی از جمله روسیه و جنگ اوکراین و روسیه که ادامه داره کماکان تاثیر میذارن. به نظر میاد که تغییر چندانی در اتفاقات نیفتاد. اون خبرهای خوشی که به بیرون میومد بخشش بازی خبری طرفین بود، چه مخالفان برجام چه موافقان برجام، که سعی بکنن اون بیس خودشون رو تشویق بکنن که حرکت بکنن، چه برای از بین بردن ساپورت برای برجام، فشار گذاشتن روی نماینده های کنگره در ایران، طیفی که مخالف برجام بودن، و در آمریکا طیفی که مخالف احیا بودن، اسرائیل هم همینطور، موافقان هم با خبرسازی و فشار، موافقان هم با خبرسازی و فشار برای
دولت سعی میکنن کار بکنن که آقای بایدن نتونه دیگه عقب بره. فکر نمیکنم تغییر عمده اتفاق افتاده باشه که به نظر میاد این میزان خبرهای خوب شاید اونقدر دقیق نبود و وزارت امور خارجه آمریکا چند بار تاکید کرد که متن نهایی نداریم و روی خبرهایی که داره درز داده میشه خیلی حسابی نکنیم. برای من فکر میکنم بیشتر شرایط در بیرون به نظر میاد که تحول عمده ای شده.